ژیار گل از پاریس با ماست. ژیار، میدونیم که صبح تا حالا اتفاقهای زیادی در اونجا افتاده، خبرهای متعددی اومده. اول به ما بگو که آیا فضای امنیتی شهر تغییر کرده یا نه؟ فضای امنیتی، این خواسته ای که دولت و مقام های امنیتی از مردم داشتند که از خونه هاشون خارج نشن، هنوز بر جاست. البته خب دولت میتونست، مقامات محلی میتونستن از این قدرت استفاده کنن، مقررات منع عبور و مرور اعمال کنن، اما برخی از مردم بعد از ظهر، هرچه ما به انتهای شب نزدیک شدیم، بیرون آمدن و برخی از مغازه ها باز است، اما خب از مشتری خالی هستند. اما خب صحبت هایی که الان میشه، بیشتر اطلاعاتی که به ما دست ما میرسه درباره تعداد زخمی ها گفته شده، حدود 300 نفر زخمی شدن و حال 80 نفر از اونها خیلی وخیم گزارش شده. امروز در مقابل برخی از بیمارستان ها، از جمله بیمارستانی در مقابل دو رستوران که هدف قرار گرفت در فاصله 10 دقیقه پیاده از اینجا، خیلی ها صف کشیده بودن که خون اهدا بکنن. خب چهره هنوز نگران، مردم هنوز نگرانن، اما خیلی این سوال میپرسن چگونه این عملیات‌های انتحاری هماهنگ برنامه‌ریزی شده تونسته در قلب پاریس با این وسعت انجام بشه. از هویت حمله کننده ها آیا اطلاعات جدیدی منتشر شده؟ خب صحبت‌هایی شده، تمام پلیس اروپا میشه گفت در کشورهای مختلف به دنبال سرنخی از مهاجمان هستند. پلیس مثلا پلیس بلژیک گفته که اینها احتمالاً باید حدود 50 نفر از اینها حمایت کرده باشه تا تونسته باشن همچین عملیاتی رو با چنین وسعتی در قلب اروپا انجام بدن. گفته شده یک مینی ون مشکی فرار کرده، این شماره این ماشین مال بلژیک بوده، چندین نفر توسط مقامات امنیتی بلژیک دستگیر شدن. از طرف دیگه پاسپورت سوریه‌ای در محل انفجار استادیوم، محل برگزاری مسابقات فوتبال، اونجا پیدا شده که مقامات یونان میگویند این پاسپورت، این فرد یک ماه گذشته از طریق مرز یونان وارد اینجا شده، پاسپورت سوریه‌ای بوده. همچنین گزارش شده که پاسپورتی از یکی از شهروندان مصری پیدا شده. جایی که من الان ایستاده‌ام همین محل سالن برگزاری کنسرتی بود که بیشترین قربانی رو گرفت. اینجا هم گفته شده از طریق اثر انگشت هویت یکی از مهاجمین شناسایی شده که در یک عملیات انتحاری بمبی رو منفجر کرد. فرانسوی هست، ملیتش فرانسوی هستش. به همین جهت صحبت‌های زیادی میشه. برخی از مقامات انگلیسی به بی بی سی گفتن که اطلاعاتی دارن که نشون میده برخی از اعضای تیم حمله کننده به پاریس از سوریه به اروپا برگشته بودن و احتمال داده میشه که این عملیات در سوریه برنامه‌ریزی طراحی شده و اینجا به اصطلاح اجرا شده بود. دیشب هم آقای اولان رئیس جمهوری فرانسه گفت که این عملیات در خارج از مرزهای فرانسه طراحی شده بود. حوادث پاریس خب در همین شهر محدود نمونده، بازتاب بسیار وسیعی داشته، ولی در سایر شهرهای فرانسه چه؟ آیا فضای امنیتی که در پاریس دیده میشه و توصیه ها و هشدارهایی که در پاریس داده میشه در جاهای دیگر هم دیده میشه یا نه؟ خب قطعا در پاریس بسیار شدیدتر بوده، نگرانی بسیار بیشتر بوده، به دلیل بزرگی شهر، به دلیل مهم بودن این شهر و حتی حملات اینجا انجام بشه، احتمالا به اصطلاح عکس العملی که از کشورهای مختلف گرفته میشه بیشتره. اما در شهرهای مهم فرانسه هم اخطار داده شده، به شهروندان توصیه شده که مواظب باشن، همچنین نیروهای امنیتی به اونجا هم اعزام شدن، مرزهای کشور بسته شده. شاید به این دلیل هم بود که آقای اولاندی شب گفت که مرزهای کشور بسته خواهد شد. البته خروج از کشور محدود شده، اما به راحتی میشه به داخل کشور اومد. به همین جهت نگرانی‌های زیادی در سایر نقاط فرانسه هم هست، اما شدت آن در پاریس در قلب این کشور بسیار زیاده، به دلیل اینکه هممون میدونیم که این کشتار زیادی که شده بسیاری رو اینجا نگران عملیات‌های دیگه‌ای کرده.